حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حسین تشیع بر سه قطره استواره. نخست جوهر با علم اندیشه خودشو گسترش میده، نمود بارزش در اهل بیت امام باقر و امام صادق، تربیت شاگردان و جهاد علمی جوهر. دوم قطره دیگر است سرخ رنگ به نام خون. که جایی که بخواد باز به خطر بیفته دین خدا از این قطره استفاده میکنه و خون میذاره وسط، که نمونه بارزش حسین ابن علی است. خون بدی پیروز بشی. حسین عشق منی، حسین عشق منی، بی سر و سامان تو الله حسین، دست به دامان تو الله حسین، بر سر ازور رها کرده با جگر شیعه چه ها کرده، با جگر شیعه چه ها کرده، بر سر و اما این قطره ای که ما امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم، عشق که در شور دنبالش میگردی، بعضی قطره اشکاس عرش الهی رو میلرزونه، هزار دعا مثل اون یه قطره اشک اثر نداره. اصلا آفرینش با گریه شروع شده، ماجرای آدم رو شنیدید با اشک ریختن. اصلا آقا آدم با کسایی که میخنده فراموششون میکنه، اما با کسایی که گریه میکنه فراموششون نمیکنه. بین محب و محبوب یک ارتباط قلبی به وجود، واسه کسی که اشک میریزی فراموشت نمیکنه، اصلا ارتباط قلبی برقرار میکنه. براش عشق ریختی، با خیلی ها میخندی، اما با هر کسی گریه نمی کنی. هزار دعا مثل اون یه قطره اشک اثر نداره. از این شور قراره به شعور برسیم. اصلا این شور، این گریه ها بنزین ماست، انرژی ماست که ما رو پرتاب میکنه، خرج موشکی ماست. ما باید شلیک بشیم با این، اما هدف داره موشک، شعارشه و برنامه ریزی شده، شعور طراحی موشک. اینم لازمه. شنیدی میگه شور حسین است؟ چه ها؟ امیرالمومنین برای حضرت عشق میگه. آقا رسول الله با تربت امام حسین قبل از شهادتش عشق میگه. روزی بر پیامبر خدا وارد شدم، دیدم چشمان مبارکش اشکالود است. عرض کردم ای رسول خدا، آیا کسی شما را ناراحت کرده است که گریه میکنید؟ فرمود لحظاتی جبرئیل نزد من آمده بود و از کشته شدن حسین در کنار شط فرات به من خبر داد و گفت آیا میل داری مقداری از تربتش را ببویی و ببینی؟ گفتم بلی. دستش را دراز کرد و مشتی از خاک سرزمینی که حسین در آن به شهادت میرسد را به من داد، قبل شهادتش. نتوانستم تحمل کنم و جلوی اشکم را بگیرم. امام کاظم می‌فرمودند چون ماه محرم فرا می‌رسید دیگر پدرم خندان نبود. در این روز مصیبت و اندوه امام به نهایت می‌رسید. او پیوسته می‌گریست و می‌فرمود امروز روزی است که جدم حسین به شهادت رسید. حالا فهمیدی چرا شیعه از اول محرم عزادارش شروع می‌کنه؟ سیره اهل بیت، از دل غم تو بیرون نمیره، از دل غم تو بیرون نمیره، اسمت که میاد گریم میگیره، نوکر بدونه هر باب میمیره، کسی که دل به تو میبازه، کسی که دل به تو میبازه. این وهابی میگه آقا برای چی گریه میکنید؟ تداوم گریه خوب نیست. 1400 سال پیش اتفاقی افتاده، اومدن گفتن مگر شهادت امام حسین مایه آزادی نیست؟ آزادگی نیست، پس بیایم این روزا جشن بگیریم، از این بعد خوشحال باشیم، بخندیم، چرا مشکی تنمون کنیم؟ ابا عبدالله آزادگی به ما درس داده، بیایم پایکوبی بکنیم. عاشورا یوم الفرح و السرور، این مبنا وهابیه.
و هذا يوم تبركت به بنو اميه وابن اوكله الاكباد اللعين ابن اللعين لعنت بر بنی اميه لعنت بر بنی اميه. اونا شاد بودن، اونا تبریک میگفتن. بعد من حسابم فرق میکنه. کسایی که کربلا نرفتن با خودشون میگن ما بریم کربلا میمیریم. وقتی میری کربلا میبینی اصلا انگار نه انگار یه جوری. کسایی که کربلا رفتن اسمش دست داد وای میسی تو بین الحرمین قبر مطهر حضرت عباس خیلی بیشتر گریه میکنه تا حرم امام حسین. اصلا عجیبه. بعد دیدم روایت داره آقای امام صادق فرموده شیعان ما وقتی میان به زیارت جدم حسین پرده رو دلشون میندازیم که نمیرن. راز ظهور در اشک آباد. راز ظهور در اشک آباد. اصلا تو یاد میگیری که اشک بریزی، گریه کردن رو یاد بگیری، بعد باید بدونی چجوری گریه کنی، واسه کی گریه، واسه کی گریه کنی. ایم از خود آقا ابا عبدالله. خود آقا ابا عبدالله. هر کس قطر اشکی در عزای ما بریزد، خداوند بهشت را در مقابل به او عنایت خواهد فرمود. بهشت را در مقابل به او عنایت خواهد فرمود. دلم گرفته ماتم خیمه ها، بیا کسی نبون شده کربلا. یا امام زمان تو گریه میکنی برای حرم، آخ فدای گریه ها پدر مادر.